با درود به بینندگان عزیز، امروز شنبه 21 ژانویه در خدمت آقای صمد اسکندری، داوود شهبازی و خانم پریسا رسولی هستیم از پناهجویان مقیم سوئد. در ابتدا با آقای صمد صحبت میکنیم. آقای صمد، وضعیت پناهجویان ایرانی در سوئد به چه صورته؟ من صمد هستم، یکی از اعضای کمپین میستر آسینته که حدود یک سال پیش با ست هم دیگر دوستان شروع کردیم تشکیل یک کمپین برای مبارزه با جمهوری اسلامی و اینکه بتونیم اوضاع نابسامان پناهجویی رو به جهان و بقیه دوستان برسونیم. آیا صمد، وضعیت پناهجویی ایرانی در سوئد به چه صورته؟ آیا از وضعیت اونجا راضی هستین؟ آیا حمایت میشین از طرف جامعه به حال ایرانی های مقیم سوئد؟ احزاب، گروه ها، برخورد با پناهجویی ایرانی در سوئد به چه صورته؟ قبل از تشکیل کمپین یعنی اوضاع نابسامانی داشتن پناهجوها که ما یعنی در واقع هر یکی از اهداف تشکیل کمپین میسترسینته این بود که مشکلاتی که پناهجویان داشتن، یعنی ما پناهجویانی داشتیم که 8 سال، 10 سال، 12 سال به بالاتر شاید در سوئد بودن که هنوز فاقد شرایط اولیه زندگی بودن و هیچ اولیه زندگی براش مهیا نبود و در این کشوری که در این غربت رو تحمل میکنن و تمام مشکلات رو تحمل میکنن برای حتی هیچ هویتی نداشتن و متاسفانه اپوزیسیونی که در یوتیوبری هستش اونچنان نتونست برای این پناهجویان کمکی انجام بده و این کمپین ما در واقع فراجنایی عمل کرد و خود یعنی از خود پناهجویان خواستن که اینقدر توی جامعه توی سوئد بهشون فشار اومده بود با توجه به اینکه قبلا توی ایران مشکلات سیاسی داشتن و مشکلات دیگری داشتن و به این کشور پناه آوردن که بتونن این کشور یک سرپناهی برایشون باشه، بتونن این کشور به فعالیت سیاسیشون برای سرنگونی جمهوری اسلامی فعالیت کنن. اما متاسفانه توجهی اپوزیسیون خارج از کشور و شاید فراموش شده بودن در واقع و این شد که ما این کمپین رو تشکیل دادیم تا بتونیم صدای این پناهجویان رو به گوش جهانیان برسونیم و در واقع اسم کمپینمون رو گذاشتیم میستر آسینته، یعنی خواستیم که نشون بدیم، یعنی معنیش به سوئدی اینه که به ما اطمینان کنیم، ما را باور کنید که ما یه سری از پناهجو هستیم که سیاسی نیامدیم این کشور که بخواییم همواره توی کشور ماندگار باشیم. ما برای آزادی و سلار بودن کشورمون تلاش میکنیم. نتایج کار راضی بودین از این کمپین؟ به حال نتیجه ای داد تشکیل این کمپین تلاش بچه ها؟ بله قطعا همینطور. بله نتیجه داشت، قطعا همینطور نتیجه داشت. با حمایت دوستانی مثل شما، با حمایت خیلی از احزاب، خیلی از گروه های مختلف که واقعا از صمیمانه آمدن و با بچه ها همکاری کردن و صدای آنها را به گوش دنیا رساندن و حتی واکنش یا روزنامه یا
روزنامه کمپین و کمپین اشاره کرد و میخواست که این کمپین رو زیر سوال ببرد و نتونست، چون ما اینقدر سطح فعالیتمون گسترده بود و در این واکنش نشون دادیم به این مشکلاتی که توی جامعهمون هستش و ما برای چی میخواییم موارده کنیم و هدفمون چیه و فکر کنم تا حدودی ما تونستیم واقعیت پناهندگی که واقعا کلمه پناهندگی کلمه دردآوریه و مشکلات پناهجویان خیلی فراتر از این چیز هست و امیدوارم که کسانی که در زمینه پناهندگی کار میکنن این مسئله خوب توجه کنن و مشکلات پناهندگی رو بیشتر بهش اهمیت بدن. پناهجویانی که مشکلاتی خیلی از مشکلاتشون واقعا از قبیل مشکلات خانه، درمان و نداشتن امکانات اولیه زندگی هستن. به هر جهت کسی نمیاد که کشورشو ترک کنه اگه مشکلی نداشته باشه. به عنوان سال بعدی من میخواستم از آقای داوود بپرسم.